ها ماجرای شفا گرفتن دستتون که تو سفر کربلا بوده و اینها، اونو اگه میشه خودتون برامون تعریف کنید. ببین چند تا فاکتور هستش. اینقدر سرکوفت خوردم خودم، نه الان، 30 سال پیش، 40 سال پیش اصلا تو اسارت میشستم و گفتم بچه ها من نمیتونم اینا رو به هم، این معادله رو کنار هم بچینم. این آقای دکتری که اومده 15 روز یه بار یه دکتر میومد داخل اردوگاه، از هر آسایشگاه یک یا دو نفر رو که مریضی زیاد بود، یعنی بیشتر از دو نفر رو دست یه آسایشگاه نمیدید، 6 تا آسایشگاه 12 نفر. ایشون خیلی لطف میکرد، 3 نفرم اضافی میگفت اشکال نداره، 15 نفرم میدید و میرفت، هیچی هم که نمیداد، یه قرصی فلانه. یه آقای دکتری که اصلا تا حالا نیومده بود اونجا یهو پیدا شد، اینو داشته باش. از قبلش یه شب ساعت 2:30 اومدن، دیدیم ماشین گوشت اومده، ما میگفتیم ماشین یخچال گوشت اومده، یه وانتی بود که این میومد و سرها رو دستبالشون میبستن مینداختن تو رو میبرد. ما همین کار کردن که بچه هم فوری یه کمربندایی بود این میبستیم توش خورمای خوش شده و فلان اینا جاسازی میکردیم، چون سابقه داشت که یه هفته به غذا نمیدن، با این زنده میموند. همین کار رو کردیم، ما رو به خدا سپردن، رفتیم ما چشمون رو باز کردن دیدیم تو مرقد آقا ابوالفضل علیه السلام هستیم. ما فکر کردیم ساواک میریم دوباره بازجویی و فلان، خوشحال شدیم و دیدیم مردم ریختن اسیر آوردن، رفتیم صحن رو خالی کردن، ما هم رفتیم جلو. عکس اون لحظه رو دارم. این عکس رو خود عراقی ها ازتون گرفتن؟ بله، واسه تبلیغات میگرفتن. ما هم که راضی نبودیم، مثلا همیشه با اینا عناد داشتیم، اینا دیگه مخفیانه گرفتن، بعد آوردن به ما دادن. اونم دلیل داره که اینا رو به ما دادن، چون آیه ترابی به همه اعلام کرد باید برید، گفت جواب حکومت دولت با من، باید برید. خیلی ها رفتن، خیلی ها نرفتن، ولی خیلی ها رو به اجبار بردن، خیلی ها رو مثل من واسه بازجویی بردن. حتی تکی نبودم، با یکی دو نفر دیگه، ولی منظورم اینه که همین شبی که ما اینجوری دست بابسته انداختن تو اون ماشین بردن، همش هم فکر این بودیم که زیر شکنجه چی جوری من داشتم توضیح میدادم واسه شون اینجوری بکنید درد حس نمی کنید. واقعا من الان یه حالتی میتونم بگیرم، شما دست منو قطع کن، من نمیفهمم. اینو کسی نمیتونه ادعا بکنه که میتونه، ولی من میتونم. من امتحانم کردم، چاقو بزنید تمام بدن من تیکه پاره کنه، من آخ نمیگم، چون میدونم چیکار باید. داشتم اینا رو بهشون آموزش میدادم. بعد دور رفتم اونجا، دیدم که من تنها موندم دور این زری، همون جایی که قفل بستن درگاهش و فلان اینا. دیدم همه مردم منو نگاه میکنن، همه منتظر بودن که، چون اون دوستام زدن تو سر و کله خودشون و فلان و فلان اینا، دیگه به آقا ابوالفضل رسیده بودن، دیگه به آرزوشون رسیده بودن. من اصلا هیچ احساسی نداشتم. رفتم اون قفله رو گرفتم، شروع کردم صحبت کردم، گفتم داشت باز عشق من، اینا فکر میکنم منم مثل اونا گریه میکنم. 2 هفته قبلش دکتر صلیب و عراقی اومده بودن دست من، چون سیاه شده بود، گفتن این باید قطع بشه، قرار بود که بیان هفته آینده دستم رو قطع کنم. اینا رو داشته باش، اون دکتر داشته باش. اینجا خلاصه ما این خود گرفتیم، گفتیم داشتم باز اگه میتونستی واسه خودت کاری میکرد، تو که خودت دست نداری. من میخواستم یه دستام و دوست دارم برگردم ایران، با 2 دستم زن و بچه هم بغل کنم. نه، با 1 دست. تو هم که اینجوری هستی. اما یهو گریم میگرد. تا اینجا آب دهن می‌زدم به صورتم که مردم ببینن که منم تا
تغییر. حالا یه حس عجیبی که تا حالا دیگه تجربهش نکردم داشتم. این اتفاق افتاد، ما اومدیم برگشتیم حالا اردوگاه. دو روز بعدش این دکتره اومد، همون که تا قبلش نیومده بود. آره، قراره هفته بعدم بیان منو ببرن دستمو، یا دو هفته بعدش بیان دستمو قطع کنن. این دکتر اومد و ما اتفاقا حالم، حال جسمیم یه سر بخون چی بود؟ بد بود. ولی نیازی نبود، حادتر از من خیلی بودن که اون دو نفر اتاق ما مشخص بود، پارتی بازی هم نداشتیم اونجا، حق مال هر کی بود مال اون. اینا بردن اونا 15 نفر، یه چی 20 نفر رو گفت بیان، اشکال ندار، ولی یه نفر رو اومدن باید بیاد ببینمش. اونه که گفتن خلبانی دارید که دست شکسته میخوان قطعش کنن؟ گفتن این قادریه، ما رو بردن. این برکت این همینی که اتفاق افتاده. حالا بعضی ها ما هنگ مثلا که این حزب اللهی شدی تبریک میکنیم واسه نظام، بعضی ها فلان، نه من اون چیزی که خالصانه دیدم، چون من خودم نه خرافاتی هستم نه تحت تاثیر اینجور چیزا قرار میگیرم، اون چیزی که واقعیت اتفاق افتاده این بود. بالاخره رفتیم دیدیم، گفتش که خیر از انگلیسی زبونی بلدی؟ گفتم کردی؟ حالا گفت کردی حرف نزن، چون منم کردم، اینا بفهمن منو اعدام میکنن همینجا، چون صدام اجازه نمیداد کردی توی حکومتش کسی صحبت کنه. بعد گفتم که فرانسه یکم بلدم ولی آلمانیم بهتره. گفت آلمانی بلدی؟ گفتم آره. آلمانی صحبت کن وقتی نگهبانا اومدن، چون نگهبانایی بودن که مواظب اینا تا این دکتر خودشون هم بودن. گفتم چی؟ گفتش که جریان چیه، دستت چرا اینجوری شده؟ گفتم والا اینجوری گفتن که قدش بودم. شما چطور؟ گفت مادر من چند روز پیش یه خواب دید، بعد اومد من گفت من اردوگاه های دیگه میرم. گفت یه همچین خلبانی هست، یه همچین تیاری هست، بعد اینو میخوان به دادش برس، میخوان دستش قطع کنن. من اومدم ببینم چی جوری. گفتم اینجوری نگاه کرد و فلان. گفت ببین مثلا ساعت 11:12 بود، حالا گفت ساعت 2:03 ما که رفتیم، 2:03 به بعد میگم تو رو یواشکی از اردوگاه بیارم بیرون، بیارم بیمارستان سلامتی، سریع چیز میکنم، شبانه عملت میکنم که تا اینا بیرون بفهمن عمل شده باشه. منم خیلی تشکر کردم، اومدم دیدم که ساعت 3:40 اومدم ما رو بردن بیمارستان، 30 کیلومتری دورتر بردن اونجا، فوری آزمایش خون و فلان و فلان، اون چیزای مخصوص خودش که حتی دوتا از نگهباناشون منو لخت کردوندن، همه توف کردن تو بدنم و فلان، اینا رو بگذر. ولی ایشون ساعت 12 منو برد اتاق عمل، 7:15 به قول خودش تموم کرده بود، من بهش اومدم 9:00 بود که دو بار از اینجا مستخون برداشته بود از اینجا ها. بعد گفتش که 7 سانت سیاه شده بود، من زدم ولی استخون بیشتر نمیتونستم بردارم، اینه که 3-4 سانت این دستت کوتاه میشه. که گفتم مشکلی نیست، حالا ما اون دستمون خوب شد، تا الان هم هیچ دردی نداشت. من از آقا عبدالفضل اینو خواستم، اومدم این پیرزن پسرشو میفرسته میگه برو اینو نجات بده. بعد دوباره علامه دیگه ای که تو چیزتو میگیری، شفاتو گرفتی فلان، علاوه بر اون کسای دیگه اونجا بودن که گفتن یه همچین چیزایی دیدن قبل از اینکه اتفاق بیفته. به اتفاق افتاد، من نجات پیدا کردم. خب چیکار کنم؟ اینو نگم؟
اگه بگم طرفدار رژیمم، حزب اللهیم، حتما یه چیزی بهم دادن. من معذرت میخوام. تو کیک تو خوردی؟ آره من معذرت خوردم. اینا گفت دارم زرف. نه نه تو من داشتم یه چند کلمه هم با شما صحبت بکنیم. شما این آقا خسته هستی نظرش؟ نه بذار بخونه. بفرمایید. نه من یه سوال داشتم، حالا این بود که جایی احتمالاً یه جا که نه چند جا تو ثبت و ضبط خاطرات آقاده بوده که شما به هم بریزین گریه بکنین حالا بود. یه دونه شون که خب خودم میدونم دیگه، همون خاطره بود که خودم خوندم. بارها این اتفاق افتاد جلوی روی خودشون بود این گریه اتفاق افتاد. یه نه وقتی شب میرفتیم تو خونه میخواستیم مرتب بکنیم جلو خودم هم گریه کرده، پسرم گریه کرده. خب بعد خود شما های مادری تو گفتگاه شد گریه بکنیم، چون حالا اون قدی و تکبر و چیزی داشتیم میتوختیم. کنترل ندارم اینجا رو خودم. یعنی گریه میکنید ممکن هست؟ بعد چوری خب من فکر کردم جلو خودتون میگیم. نه ما تو مصاحبه گاهی وقتا این نمیتونم دیگه صحبت کنم. عشق خودش میاد، نه اینکه حق خواهم که زمان میبره تا دوباره حال بگیم. چه تو دوره مصاحبه، چه زمانی که کار میخوندم، چه موقعی که مینوشتم، بارها این اتفاق برام افتاد. با توجه به اینکه خب من دفعه اولم نبود خاطرات آقای قادری رو میشنیدم، من خیلی سالها پیش مصاحبه هایی که سال 70-71 با آقای دلیمی رو هوایی انجام داد و اینها، اونا رو رو کاست بود، من اونا رو تبدیل به دیجیتال کرده بودم گوش میدادم. ضمن اینکه خب هر وقت آقای قادری میدیدم، حالا هر وقت اگر نگم ولی هر وقت پا میداد آقای قادری خورده خاطراتی برام تعریف میکرد. یه وقتی قرار شد کار بکنیم اینها، من خودم موظف می‌دونستم یه بار دیگه اون چیزایی که سوالایی که دارم مطرح بکنم. چه تو مصاحبه، چه تو تدوین، چه تو بازخوانی، بارها من تحت تأثیر دارم گرفتم. شد برای کسی هم تعریف بکنیم گریه بکنم؟ بله، من یه برادری دارم. شما اگه نگاهش بکنید فکر می‌کنید که یه آدم اصلا نه جنگ رو قبول داره، نه انقلاب رو قبول داره، نه نظام رو قبول داره. یه شب داشتیم با هم صحبت میکردیم، مثلا خودم باورم نمیشد، واقعا باورم نمیشد این اتفاق بیفته. شروع کردم صحبت کردن از آقای قادری، ریشاشو تیغ میکنه، سیبیلاش هم یه چخمقی پیچی دوقل برو بچه همش بگه همون سیبیلی بود. من همچی صحبت میکردم یه لحظه اصلا خودم شوک شدم که چه خبره. دیدم این آدم با برادر بزرگ منه، با اون هیبتش و با اون سیبیلاش داره مثل یه بچه گریه میکنه، زار زار گریه میکنه.